با درود و احترام به شما دوستان، ضمن عرض تبریک سال 1397 به شما دوستان و همراهان. دوستان، خبر پایان اعتصاب غذای سهیل عربی در ابتدای سال نو خیلی ها را خوشحال کرد، ولی اخباری که بعد از اون اومد و اعلام اعتصاب غذای آقای عبدالفتاح سلطانی و 4 نفر دیگه از زندانیان سیاسی در زندان اوین، باعث شد که داغ دل فعالین حقوق بشر و فعالینی که در زمینه دفاع از حقوق زندانیان و فعالین حقوق بشر هستند تا دوباره تازه بشه. همه خواست آقای عبدالفتاح سلطانی و دیگر زندانیانی که در حال حاضر در اعتصاب قضا هستند برابری هست، همون چیزی که در ماده 1 و 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده، و چیزی رو بیشتر از واژه برابری این افراد نمیخوان، چون اینها همه حرفشون این هست که چطور و چگونه هست که زندانیان و افرادی که در بندهای مالی هستند از بهترین امکانات برخوردار هستند، بهترین رسیدگی های پزشکی براشون انجام میشه، ولی زندانیان عقیدتی و سیاسی در بدترین شرایط از تمام لحاظ قرار دارن، هم از نظر امکانات، هم از نظر غذا و خورد و خوراکشون، و هم از نظر رسیدگی پزشکی و وضعیت درمانی. اینها مواردی هستش که آقای عبدالفتاح سلطانی حتی در نامه‌شون هم به اون اشاره کردن، و این وظیفه ما هست به عنوان فعالین حقوق بشر که همپا و همصدا باشیم با دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی که در حال حاضر در زندانهای ایران در اعتصاب قضا هستند، با امید به آزادی ایران.